پخش جریان یعنی KCL ذهنی. آقا اون KCLی بود که نوشتیم روی کاغذ و جریان ورودی مجموعشو گفتیم مساوی مجموع جریان خروجی، اینو میخوام مثلا ذهنی پیاده بکنیم. مثلا آقا یه مدار دارم اینجا سمت چپ، ببینید این مداری سمت چپ، من وقتی که یه تعداد شاخه معلوم داشته باشم که جریانشون معلوم باشه و یک شاخه مجهول داشته باشم که جریانش معلوم نیست، میتونم جریان شاخه مجهول رو برای معلوم ها بنویسم. مثلا دو تا جریان داره وارد میشه، مجموعشون باید خارج بشه، یعنی این جریان به سمت راست میشه چی؟ 3 به علاوه 5 تا آی1. آی1 که منبع جریان وابسته به جریان، این داره از یه منبع، این منبع وابسته ای که به جریان یه جای دیگه وابسته است، کاری نداریم، مقدارشو مینویسیم. آقا این جریان داره میاد به این گره داره وارد میشه، خب 3 به علاوه 5 تا آی1 داره وارد میشه، 8 آمپر ازش کم میشه، آی1 هم ازش کم میشه، بقیهش میره اینجا. یعنی توی پخش جریان یا KCL ذهنی شما جریان های ورودی به گره رو با علامت مثبت تو ذهن خودت جمع کن، اونایی که داره خارج میشه رو ازشون کم کن، بقیهش میره تو شاخه مجهول. یعنی 3 به علاوه 5 آی منهای 8 منهای آی1، جریانی که میره بالا، همین چیزی که ما اینجا نوشتیم. و توی این روش پخش جریان یا KCL ذهنی بعضی وقتا نیازه که شما قانون اوم رو استفاده بکنی. یعنی اگه یه جایی یه مقاومت دیدی که ولتاژ دو سرش معلومه، مقدار مقاومت معلومه، جریان رو میتونی بنویسی I مساوی با V تقسیم بر R و جریانات رو تا میتونی معلومش بکنی. چند تا حالت توی این KCL ذهنی داریم. آقا یه جریان داره وارد میشه، یه جریان داره ازش خارج میشه، این جریان چی میشه؟ میشه آی1 منهای آی2. یه جریان داره وارد میشه، یه جریان داره ازش خارج میشه، خب این همین چیزی که الان نوشتیم. میتونم به جای که بگم جریان داره خارج میشه، همینو با علامت منفی بگم داره وارد میشه. اوکی؟ فهمی چی شد؟ یعنی اگر این شاخه مجهول رو جهتش رو به سمت بالا در نظر بگیرم، چون بالاخره با این جریان این شاخه رو بنویسی، حالا جهتش دست خودتونه، فقط اگه جهت راست بنویسی ممکنه مثبت بشه، چپ بنویسی ممکنه منفی بشه. بعضی وقتا هستش که شما به یک گره میخورید که دو تا شاخه مجهول داره، مثل اینجا، یعنی آیه که به علاوه آی دو داره وارد میشه، یه مقدارش میره توی این شاخه، یه مقدار میره توی این شاخه. شما مجبورید که یکی از شاخه ها رو تعریف کنید برای خودتون. مثلا برای اینکه راحت باشم میام این جریان رو آیه ایکس میگیرم، یا بالایی رو آیه ایکس میگیرم، جریان شاخه مجهول رو به دست میارم. یعنی اگه من این رو آیه ایکس بگیرم، جریان این شاخه بالا میشه آیه که به علاوه آی دو داره وارد میشه منهای آیه ایکس که داره خارج میشه و بقیه‌اش میره تو اون شاخه بعد. بعضی وقتا هست وقتی که با جریان بازی کردیم، مثلا این شاخه یه مقاومتی داره، مثلا اینطوری مقدارش آره و ولتاژش هم یه وی ایکسی مدار تعریف کرده، من میام چیکار میکنم؟ قانون اوم رو مینویسم، میشه جریان اینجا به سمت راست میشه، میشه وی ایکس آروم. با بازی با جریان یا پخش جریان یا KCL ذهنی، از یه طرف هم میگم آیه که بله وایدو میشه این جریان این شاخه. یک شاخه فقط یک مقدار واسه جریان میتونه اختیار بکنه، پس آی دو که با هم جمع شدن باید با وی ایکس آروم برابر باشه. درست شد؟ یا اگه مثلا وی ایکس آروم رو در جهت چپ بنویسم، علامتش چی میشه؟ منفی میشه اینطوری. یعنی اینکه اگر روی یک شاخه دو تا جریان به دست آوردید هم جهت بودن با هم برابر، خلاف جهت بودن، یکی مساوی با قرینه اون یک. بعد از اینکه پخش جریان و قانون اوم رو توی شاخه ها نوشتید، مرحله آخر میشه KVL. شما یه حلقه مناسب انتخاب میکنید و KVL میدید. حلقه مناسب چیه؟ حلقه که اختلاف پتانسیل ها رو بتونید شما به دست بیاری و بنویسی و KVL تو بتونی پیاده بکنی. یعنی چی؟ من این مثال
مهندسی کامپیوتر سال 80 رو میخوام حل بکنم به روش ترکیبی. گفته جریان آیکس رو به دست بیار. کاری ندارم که چی از من میخواد. نگاه مدار میکنم، اول تحلیلش میکنم، بعد هرچی که خواسته از اون به دست میاد. اولین کاری که میکنید تو مدار برای اینکه پخش جریان اون 5 مرحله رو برید، اولین قدم میشه قانون اوم. یعنی اگر مقاومتی داریم که ولتاژ دو سرش مشخصه، طبق قانون اوم جریانش رو بنویسید. الان ما اینجا قانون اومی نداریم، جریان این مشخصه ولی ولتاژش که نیست. که اگه ولتاژ دو سر مقاومت بود یا میتونستی به دست بیاری که تابلو بود، آقا مثلا اینجا وی ایکس تعریف شده، اینجا من سری روی می نویسم چی؟ وی ایکس یکم به سمت پایین. همین چی شد؟ پس قانون اوم نداری؟ بعدش میشه پخش جریان یا KCL ذهنی. برای پخش جریان من از یه گوشه شروع میکنم که تا میتونم شاخه های معلوم رو پیدا کنم یه شاخه مجهول باشه. ببین من اگر بخوام از این گره شروع کنم، فقط یه شاخه معلوم واسه جریان دارم. آقا این شاخه جریانش معلوم نیست، اینم معلوم نیست. آقا این دوتا آیه ایکس جریان این نیست، این منبع ولتاژه. میگه ولتاژ دو سر من دو برابر آیه ایکسه، جریانش دو آیه ایکس نیست. پس اینجا همونطور که دیدیم دوتا مجهول داره. سمت راست رو هم اگه نگاه کنیم، اینجا این معلومه خب، ولی این شاخه جنش مشخص نیست، اینم مشخص نیست. پس از هر طرف شروع کنیم ما دوتا شاخه مجهول داریم. پس باید چیکار کنیم؟ واسه یکی از شاخه‌های مجهول بریم یه جریانی تعریف بکنیم. مثلا من میام اینو به سمت بالا، حالا هرجوری که دوست داشتم مثلا اینو بالا میگیرم آیه ایکس، آیه ایکس این چون آیه ایکس رو تعریف شده، اینو آیه وای. اگه این 4 باشه این آیه وای باشه، جریان اینجا چی میشه بچه‌ها؟ بازی دارم میکنم با جریان. کمک کنید بگید. دو تا جریان داره به این گره وارد میشه، جمعش باید خارج بشه. 4 به علاوه آیه وای KCL ذهنی. 4 به علاوه آیه وای داره به این گره وارد میشه، آیه ایکس تو ازش کم میشه. پس جریان اینجا هم به دست میاد. 4 به علاوه آیه وای منهای آیه ایکس. جریان شاخه ها رو همه رو نوشتم. حالا باید برم حلقه مناسب رو پیدا کنم. برای که الان مرحله آخر. کجا میتونم KVL بزنم؟ آیا اینجا میشه KVL زد؟ نه. چرا؟ چون این جریانش 4 آمپره، ولتاژ دو سرشو نمیدونم چیه. پس اینجا KVL مناسبی نیست. KVL هامونو سعی کنیم در جهت جریانات انتخاب بکنیم که خیلی منفی ضرب نکنیم. مثلا من یکی میام اینجا این KVL رو ببین، اینجوری میام انتخاب بکنم. در این جهت خب بنویسم ولتاژ این یه اوم چی میشه؟ آیه وای ضرب در 1 به علاوه دوتا آیه ایکس. از مثبت منفی میرم مثبت دوتا آیه ایکس. آیه ایکس ضرب در 2 میشه اختلاف پتانسیل این 2 اومه، مساوی با چند؟ 0. همه فهمیدن این KVL رو؟ KVL زرد. یه حلقه دیگه انتخاب میکنم، مثلا اینجا. اینم منبع جریان نداره که ولتاژ ندونه. خب اینو انتخاب میکنم. KVL مینویسم. در این جهت بازم مینویسم، چون این مثلا منفی ضرب بهتر. خب آقا این دو آیه ایست خلاف جهت KVL منه. میبینی؟ اگه در خلاف جهت KVL بود منفیه قانون رو بنویس دوتا آیه ایست. این جریان بالاییه هم جهت با مسیر KVL هم مثبت 2 ضرب در 4 به علاوه آیه وای منهای آیه ایست به علاوه 4 مساوی باشه. ببین الان من دوتا معادله از این مدار به دست آوردم و دوتا مجهول.
تمام روابط ریاضی که نیاز بوده از مدار استخراج کردم. حالا باید ریاضی ضرب و تقسیم و جمع و منها بکنی تا بتونی آیه ایکس و آیه وای رو به دست بیاری. اولین کاری که شما میکنی برای اینکه دو معادله دو مجهول رو حل بکنی، مرتب کنید. یعنی مثلا تو معادله اول چند تا آیه ایکس دارم؟ 4 تا آیه ایکس. چند تا آیه وای دارم؟ یه دونه آیه وای مساوی با 0. تو معادله پایین چند تا آیه ایکس دارم؟ اینجا منفی 2 تا آیه ایکس نمیشه، منفی 4 تا آیه ایکس. چند تا آیه وای دارم؟ 2 تا آیه وای. چند تا عدد ثابت دارم؟ 2 4 تا 8 تا، اینم 4 میشه منفی 12. قبوله؟ درست نمیشم تا اینجا. اگه اوکیه بگید اوکی. یک بدید که من بگیش. خب وقتی که شما میخواید معادلتون رو حل کنید، اولین کاری که میکنید ببینید که آقا میتونم یه متغیر رو حذفش کنم یا نه. ببین مثلا این دوتا معادله رو که نگاه میکنم، اگه دوتا معادله رو با هم جمعش بکنم، خب دوتا معادله با هم جمع کنم، آیه ایکس ها از بین میرن. پس این طرف با این طرف با هم جمع بشه، آیه ایکس ها صفر میشه، آیه وای با هم جمع بشه میشه 3 تا آیه وای، اون طرف میشه منفی 12. پس آیه وایمون چنده؟ منفی 4 آمپر. سوال آیه وای رو نخواسته بود، آیه ایکس رو خواسته بود. توی معادله اول اگه بذارم 4 تا آیه ایکس منهای 4 مساوی با 0، پس آیه ایکس هم چند میشه؟ میشه 1 آمپر. اوکی. روش کرامر رو هر جایی که دیدیم ساده نمیتونیم بکنیم، من بهتون یاد میدم کرامر رو. یه موقع هست مثلا شما این جمع کردن این سخته، یا مثلا نمیتونی راحت سادهش کنی، مثلا این موقع کرامر رو بهتون میگم که بتونی ازش استفاده کنی. خب پس آقا یه بار مرور کنیم روش ترکیبی. اولین قدم نوشتن قانون اوم اگه تونستی بنویسی، بعدش پخش جریان یا KCL ذهنیه، و در مرحله آخر پیدا کردن حلقه های مناسب برای KVL زدن. پرسیدن که آقا این یعنی جهتی که برای آیه وای در نظر گرفتیم اشتباه بود؟ آها بله، اشتباه نبوده. یعنی این که در واقع اگه آیه وایی که ما در این جهت در نظر گرفتیم شده منفی 4 آمپر، یعنی در واقع جریان یه اوم 4 آمپر به سمت پایینه. حالا سوال ممکن بود مثلا بگی آقا ولتاژ 2 اوم رو پیدا کن. ولتاژ رو سر 2 اوم چقدر میشه؟ 2 ضرب در آیه ایکس. 2 ضرب در آیه ایکس میشه ولتاژ 2 اوم. یا هر چیز دیگه. یا مثلا سوال ممکنه اون بگه تمرین، ولتاژ دو سر منبع جریان 4 آمپر، اینو مثلا اگه از میخواسته بود چکار کنیم؟ یه فرض کن مثلا سوال گفته مثلا در این جهت وی او چقدره با این پولاریتی. خب آفر این ولتاژ رو من میخوام. خب نگاه میکنید، اول کاری به وی او نداری، برو سوالت رو حل کن، تحلیل کن. من فهمیدم که آقا جریان در این جهت منفی 4 آمپره یا در این جهت 4 آمپره. خب آقا این داره چی میگه؟ من وی او رو که بخوام از منبع جریان نمیتونم استفاده کنم. این دو سر کیه؟ دو سر اینه دیگه، اینه این وی او. پس این ولتاژ دو سر اینو میخوای. ببین این مقاومت ی او، شما این پولاریته وی او رو داری و جهت جریانت هم به سمت پایین 4 آمپره. الان این موافق جهت قراردادی قانون اوهمه؟ نه. خب پس قانون اوم رو می نویسی خب و یه منفی براش میذاری، وی او هست منفی 4 ضرب در 1 که میشه چقدر؟ 4 ولت. درست شد؟
چون در جهت پایین ولتاژی که برای شما درست میکنه مثبت بالا منفی پایین. مثال بعدی، جریان آی او رو تو این مدار از ما میخواد. چند تا مثال بود اونجا روش گرومش بود. ببینم سوالاش به درد بخور اگه هست سلشون. آره. روش کل این سوالش رو مثلا این مثال رو بیاریم با روش ترکیبی حلش کنیم. آقای مدار رو میخوام تحلیل کنم، جریان و ولتاژ ها رو به دست بیار. خودتون میتونید بزرگترش کنید بغل اون تصویر. حالا اون تصویرتون میتونید گزینه بزرگ نمایی رو بزنید و بزرگش کنید. آه چطور هم میخواید داشته باشید؟ نه دیگه نمیشه. خب آقا میخوام اینا تحلیل کنم. اول از همه قانون اوم دارم تو این مدار؟ نه. میخوام برم با جریان بازی بکنم. کجا شروع کنم؟ از اینجا شروع کنم؟ گره 3 شروع کنم یا گره 1؟ گره 1 شروع میکنم. چرا؟ چون این گره 3 بخوام شروع کنم جریان اینو ندارم، اینم ندارم. الکی باید برم یه متغیر براش در نظر بگیرم. تا میتونی متغیر روی شاخه ها تعریف نکن. 3 آمپر داره میره تو این گره، آی ایکس رو ازش کم میشه. پس اینجا 3 منهای آی ایکس. آقا 3 منهای ایکس داره وارد مقاومت میشه، از تهش هم میره دیگه. 3 منهای آی ایکس. 3 منهای آی ایکس داره میاد تو گره 3، 2 تا آی ایکس ازش کم میشه. پس جریان این شاخه میشه 3 منهای 3 تا آی ایکس. قبول داری؟ 3 منهای 3 تا آی ایکس داره میاد، آی ایکس هم داره میاد. پس جریانی که از این شاخه عبور میکنه یا میاد تو این شاخه 3 منهای 2 تا آی ایکس میشه. همه فهمیدن KCL ذهنی رو؟ خب حالا میخوام KVL بزنم. کجا KVL بزنم؟ آیا این KVL خوبه؟ نه، چون ولتاژی رو سر منبع جریان ندارم که بنویسم تو KVL. آیا این خوبه؟ نه، اینا منبع جریان داره، ولتاژی رو سرش رو نمیدونم. تنها KVLی که داریم کدومه؟ این بالا. خب می‌نویسم. مثلا ساعت گرد می‌نویسم. 4 ضرب در 3 منهای آی ایکس به علاوه 8 ضرب در 3 منهای 3 تا آی ایکس. من اینجا منفی چون خلاف جهت KVL هم من های 2 تا آی ایکس مساوی با 0. از اینجا شما این معادله رو میتونی حلش کنی و آی ایکس رو به دست بیاری. فهمیدن همه؟ روش خیلی خوبیه، خیلی سریع میتونی سوالو با کمترین معادله حلش کنی. ولی اگه روش مش میخواستی یا گره میخواستی اینو حل کنی، دو تا معادله میخواستی. دیگه حالا بریم چند تا مدار دیگه پیدا کنیم از اون مثالا. آها، اگه ولتاژ دو سره منبع جریان میخواست KVL میزدیم. سوالتون جواب بدم ببینم. خب چی گفتی؟ اون که جواب دادم هانیه چی میگه؟ میگه میشه جهت جریان اولی رو روی پایین بگیریم؟ جهت جریان اول. آره. آقا من اگر اینجا میگه
جهت جریان اولیه میگه رو پایین بگی. خب من اگه اینو رو به پایین بگیرم جریانش باید چی بنویسم؟ رو به پایین اگه بگیرم خروجی ها منهای ورودی ها. اوکی؟ وقتی که شما جهت جریان از گره خارج میکنی ورودی منهای خروجی، ولی اگه به گره وارد کردی خروجی منهای ورودی. این جریان باید بنویسی چی؟ آیه ایکس منهای سه. فهمیدی شو؟ بعد اگه اینجا این باشه اینم چیه؟ آیه ایکس منهای سه میشه. خب اینجا که چون دوتا جریان خارج شده من خوشم میاد اینجوری بنویسم، اینو بنویسم این طرف، جمع اینا رو بنویسم، سه تا آیه ایکس منهای سه، درست شو؟ و این جریان داره میاد اینقدر ازش کم میشه، پس یعنی که میاد پایین میشه منفیه آیه ایکس منهای سه تا آیه ایکس منهای سه، میشه منفیه دو تا آیه ایکس به علاوه سه. قبول داری؟ فرقی نمیکنه. من اینو زوماتش کنم نمیدونم میبینید یا نه، عملا این جریان شاخه 4 اوم وسط همونه، اونایی که جهتشون برعکس شدن مقدارشون هم یه منفی جوش ضرب شده، همه شاخه ها ببینید اونایی که جهتشون بمب بالایی قرینه همان مقدارشون هم قرینه. منبع جریان نداشته باشه، یا اگه منبع جریان ولتاژش دریپ شده، خود سوال مثلا گفته باشه اینجا وی ایکس، که تو کی ویل بدونی ولتاژ چی بنویسی. آقا این سوال رو میخوایم حل کنی، سوالش ناقصه بود. خب سوال گفته مقدار ولتاژ وی دو چقدره؟ اگر حلقه بدون منبع جریان وجود نداشت چی؟ به قول دوستمون فقط با جریانه که بازی بکنی؟ نه دیگه، اون موقع دیگه با بازی کردن با جریان دوتا معادله به دست میاد، تهش اینه که دوتا جریان رو هم میفته با هم برابر قرار میده، یه خلاف جهت مدار حل میشه. دوتا چهارتاله میرسیم به این چیزی که شما میگید. خب بچه ها میخوام این مسئله رو حل کنم، ولتاژ وی دو رو به دست بیارم. از کدوم گره شروع کنیم؟ از این گره شروع کنم یا این گره؟ این گره بچه ها اینم شاملشه، این تا اینجا این گره است. گره چپ چون من جریان این رو ندارم، اینم ندارم، اینم ندارم، مثلا خوب نیست. ولی گره راست رو نگاه کن، این گره اینه پررنگ، این کلن یه گره است. جریان آیه ایکس داره وارد میشه، اینم دارم، اینم دارم، فقط دوم رو ندارم. خیلی خوبه. اونایی که دارم وارد میشن منهای خارجی ها، آیه ایکس داره وارد میشه، چهار هم داره وارد میشه، سه تا آیه ایکس ازش کم میشه، پس میشه چی؟ منفی دو تا آیه ایکس به علاوه چهار در این جمع. قبوله؟ خب الان دو تا شاخه‌ای که سر راه هم دارم هیچ کدوم جریانش مشخص نیست. من مثلا اینو میگیرم یا در جهت بالا میگیرم که منفی ننویسم.
و این جریان میشه چی؟ 4 منهای 2 تا آیه ایکس به علاوه چی؟ آیه وای. حالا میخوام کیوی رو بنویسم. حلقه هم کجا؟ ببین این حلقه یه حلقه مناسبه، درسته؟ تمیم اینطوری می‌نویسم. به علاوه 10 به علاوه 8 آیه ایکس به علاوه 2 ضرب منفی 2 تا آیه ایکس به علاوه 4، این آیه وای خلاف جهت کیویلمه، منفی 4 تا آیه وای به علاوه 2 تا آیه ایکس مساوی با 0. این کیویل دیگه میتونم توش بنویسم. منفی 2 تا آیه ایکس به علاوه 4 تا آیه وای به علاوه 2 ضرب در 4 2 تا آیه ایکس به علاوه آیه وای به 20 مساوی با 0. قبوله؟ معادله کشیدیم بیرون. حالا باید معادله ساده کنیم. معادله بالا رو ببینیم، چند تا آیه ایکس داریم؟ 5 تا اینجا، منفی 4 تا اینجا، میشه یه دونه، یه دونه و 2 تا 3 تا، پس 3 تا آیه ایکس داریم. چند تا وای دارم؟ منفی 4 تا. عدسه هم چنده؟ 10 تا اینجا، 2 4 تا هم اینجا، 8 تا، میره اون طرف منفی 18. صدا من چطوره؟ حلقه های به درد بخور همون حلقه های مستقله، بله. یعنی من اگه این زرد و آبی رو انتخاب کردم، یه نیام یه حلقه بزرگ دوره این بزنم، چون تقریب از این دوتا بذار ببکنم و خاموش کنم. الان صدا خوبه؟ 1 2 3 4 امتحان میکنم. 1 2 3 4 خوبه الان؟ خب الان خوبه شد. حالا معادله دوم رو برم ساده کنم. چند تا آیه ایکس دارم؟ منفی 2 تا و منفی 4 تا، میشه منفی 6 تا. چند تا آیه وای دارم؟ 4 تا اینجا و 2 تا اینجا، 6 تا. چند تا عدد ثابت دارم؟ 2 4 تا 8 تا، و این میشه منفی 28. اوکیه؟ این دستگاه معادله رو میخوام حل کنم. اگر میتونید متغیری رو حذف بکنی، خب با روش حذفی میری. مثلا آقا معادله پایین رو با بالا جمع کنم چیزی حذف نمیشه، ولی اگه معادله بالا رو در 2 ضرب بکنم با پایین جمع بکنم، آیه ایکس ها حذف میشن، قبوله؟ پس 2 برابر بالایی رو با پایین جمع میکنم، بالایی منفی 8 تا هم 6 تا در 2 بالایی ضرب بشه منفی 20 و منفی 36 و منفی 28 هم میشه منفی 36 و منفی 28. منفی 66. پس آیه وای میشه چی؟ منفی 33 آمپر. و آیه ایکس رو هم اگه سوال چی خواسته بوده؟ سوال وی رو خواست، خب وی دو رو خواست، مثبت بخش داره، مثبت. از معادلات بذاریم و آیه ایکس رو هم به دست بیاریم. مثلا تو معادله بالا اگه بخوام بذارم منفی 4 برابر این بره اون طرف شما مثبت، پس 3 تا آیه ایکس میشه 4 برابر این، چقدر میشه؟ سی تاش که میشه 120 تا، اونم
دوازده تا 64 ما این میشه 64 بخش 64 نمیشه چقدر 32. خب تو معادله بالا وقتی که بذارم منفی 4 برابرش 30 تاش که میشه 120 تا، اون دو تاش هم که میشه 8 تا، 128 بره اون طرف، 128 منهای 18. پس آی ایت برابر میشه با چی؟ 120 تقسیم بر 3. اون طرف اینو میشه مثال دیگه. کرامه رو جلسه بعدی بهتون میگم. 128 منهای 18 چقدر میشه؟ میشه 110 ها تقسیم بر 3. اینم آی ایت. حالا اگه جای اشتباه نکرده حالا سوال چی خواسته؟ این سوالی که تحلیل کردی حالا میخواد ویدو. آقا برای اینکه ویدو رو به دست بیاریم باید چی رو داشته باشیم؟ حالا از همین مدار پایین استفاده میکنم. ویدو رو میخوام به دست بیارم چی رو بدم؟ یه مسیری باید پیدا کنم که ویدو به دست بیاره. KVL میخوام که ویدو رو به دست بیاره. من میام چیکار میکنم؟ اینجا KVL میزنم. ببین اینجا ویدو یعنی نسبت به این دیگه، این میشه ویدو. یه KVL درسته؟ درسته که از منبع جریان دارم عبور میکنم ولی ولتاژش تعریف شده V2. وقتی که سوال میگه ولتاژ این گره چقدره، یعنی این که آقا این پایین مدار زمینه، اینو باید بگه. درست شد؟ حالا و KVL هم بزنم، KVL سبز مثبت 10 به علاوه 5 تا آی ایکس به علاوه وی 2 مساوی با 0. آی ایکس رو پس 10 به علاوه 5 ضرب در 110 سوم به علاوه وی 2 مساوی با صفر، وی دو از اینجا به دست میاد. اوکی؟ همین سوال اگه قرار باشه برای روش مش و گره حل بشه خیلی داستان داره. ولی با دو تا معادله راحت حل شد. توی حل دستگاه معادله، اگه دستگاه معادله با روش حذفی حل شد با حذفی حلش کنین، چون راحت با یه ضرب و تقسیم حل میشه. اگر مثلا اینا ضریب هم نبودن، مثلا چی؟ مثلا دیگه ضریب هم نمی‌شدن، سخت می‌شد. باید بالایی رو در یه عددی ضرب کنیم، پایینی هم در یه عددی با هم جمع کنیم. دیگه واقعا سخت. اون کرامر بود. درسته؟ فهمیدی منظور منو؟ مثلا اگه بخوام اینا حذف بشن، باید پایینی رو در 2 ضرب کنم، بالایی رو در 3 ضرب کنم که این بشه پایینی بشه 12، 6 تا آیه وای بشه 12 تا آیه وای، بالایی هم بشه منفی 12 تا آیه وای. اونجوری حذفی ممکنه اشتباه ممکنه بکنی. ولی اگه با یه ضرب بتونی حلش کنی، خب روش حذفی شاید راحت‌تر و سریع‌تر بشه. خب یه سوال دیگه هم داشت. V1 که به علاوه من قانون اوم هم میخوام استفاده کنم. بذار این سوال خوب نیست. بذار برم قانون اوهمر هم میخوام توش استفاده بکنم، سوالی رو انتخاب بکنم که قانون اوهم. مثلا این سوال مثال 12-2 اینو میخوام حلش کنم. سوال رو ببینید تا من این کپی میکنم. چون این سوال گفته آیه ایکس چقدر؟ آیه ایکس اون شاخه وسط. اولین چیزی که دنبالش میگردم قانون اوهمه. قانون اوهم دارم یا نه؟ ولتاژ مقاومتی مشخص شده یا نه؟ بله. ولتاژ این پولاریتش مثبت بالا منفی پایین، پس قراردادش اینطوریه V تقسیم بر 1 میشه V آمپر. درسته؟ مقدار جریان این شاخه V. یعنی چی V؟ مگه V ولتاژ نیست؟ چرا؟ مقدار جریانش V. ولتاژ هر چی باشه تقسیم بر 1 میشه جریانش. حالا میخوام بازی کنم، از کجا شروع کنم؟ از اینجا شروع کنم، اینجا شروع کنم، اینجا شروع کنم، کجا؟
وسط. اگه از بالا شروع کنم ببین چرا یه آمپر داره میاد، وی تو ازش کم میشه، پس این جریان میشه چی؟ یک منهای وی. حالا میخوام بیام پایین، یک منهای وی اینجا، تو ببین یک منهای وی داره میاد، میرسم به این گره که جریان 4 ولت رو ندارم، اینم ندارم، پس ولش میکنم. الکی آی ایکس آی وای اونها تعریف نکنید، تو به یه جای دیگه، از یه جای دیگه شروع کن. قبوله؟ گره سمت چپ هم میشه، اینجا هم میشه. من اینجا رو میخوای باشه، اینجا رو میشه. آقا یه آمپر داره خارج میشه، آی ایکس داره خارج میشه، دو تا وی هم داره خارج میشه. پس جریان اینجا چی میشه؟ یک به علاوه آی ایکس به علاوه دو وی. قبوله؟ دوست داشتی اینجا هم بنویسی؟ باشه بنویس. آی ایکس به علاوه وی هم اینه. اوکی. آقا اینجا رو هم میخوام بنویسم، باشه بنویس. بیا آی ایکس به علاوه وی، یک منهای وی هم اینجا، دو وی هم داره میاد اینجا، پس این چند میشه؟ آی ایکس وی و منفی وی با هم ساده میشه، به علاوه یک به علاوه دو وی. آی ایکس به علاوه دو وی به علاوه این همونه که اینجا نوشته شده، پس نیازی نبود بنویسم، درسته؟ فهمید چیکار کردم؟ من اینو 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 با هم جمع کردم شد این، ولی اینو نگاه کنی همینه که اینجا نوشته شده. اگر مقدارشون متفاوت بود باید با هم برابر میشدن، یه معادله بهت میداد. خوب بودا؟ میفهمی چی میگم؟ آفرین. اگه متفاوت معادله میساخت، حالا که نمیسازه من این پاکیج میکنم، هیچ، یه معادله بدیهیه آقا، کمک به ما نمیکنه. بکنیم اون خوب خوب نداره؟ نداره. حالا دنبال KVL بگردیم، از KCL ها که معادله در نیمه KVL. تنها کیویری که میتونم بزنم یکی اینجاه، یکی هم اینجا، اینه با رنگ دیگه. خب کیویر سمت راست رو اول بنویسیم. دنبال چی میگرده سوال؟ دنبال آی ایکس میگرد. خب بنویسیم در اینجا هند. یک منهای وی در یک، منهای 4 ولت، منهای وی از منفی مثبت میشه وی مساوی با 0. یه معادله، معادله زرد رو بنویسن. معادله زرد آی ایکس به علاوه 4 ولت منهای 4 تا آی ایکس به علاوه 1 به علاوه آی ایکس به علاوه 2 وی مساوی با 0. KVL فهمیدن همه؟ از معادله بالایی خب چون یه مجهول داره ویش به دست میاد، وی میشه چقدر؟ دو تا وی میره اون طرف، این طرف منفی 3، از وی میشه منفی 3 دوم، درسته؟ اینو میذارم تو معادله پایین، آی ایکس به دست میاد، این میشه منفی 2 تا آی ایکس، درسته؟ دو تا وی دارم که میشه 2 میشه منفی 3، عدد ثابتمون هم که چنده؟ 5 مساوی با 0. از اینجا آی ایکسمون منفی 2 تساوی منفی 2 میشه 1 آمپر. من فهمیدم؟ بچه برای این جلسه کافیه، چون جلسه اولم هستیم نمیخوام خستتون بکنم. من این جزوه رو میذارم توی گروه، فردا میذارم توی گروه. تستایی که الان در ادامه داریم سعی کنید خودتون روش کار بکنید با همین روشی که گفتم، و جلسه حل تست داریم تو هفته آینده و
روزش رو توی گروه بهتون میگم، تایمش همون ساعت 5 به بعد، ولی روزش رو بهتون اطلاع میدم که چه روزی هستش. چرا، جزورم میدم، نیمه آمدهش رو بهتون میدم. چرا، دوستان خسته نباشید، امیدوارم که این جلسه مفید بوده باشه. چرا، چهارشنبه است ولی ما جلسه حل تست هم داریم اضافه تر. خسته نباشید بچه ها، خدا نگهدارتون.